در ابتدای قرن بیستم یهودیان زیادی در اروپا زندگی می‌کردند. آمارهای سال 1933 نشان می‌دهد از 9.5 میلیون یهودی ساکن اروپا، بیش از 6 میلیون نفر در اروپای شرقی و عمدتاً کشورهای لهستان، اتحادیه جماهیر شوروی و رومانی ساکن بودند. رقمی حدود 2.5 میلیون نفر هم در اروپای مرکزی و غربی در کشورهایی چون آلمان، مجارستان، چکسلواکی و بریتانیا زندگی می‌کردند. با اینکه یهودیان ساکن اروپای شرقی ترجیح می‌دادند اجتماعات و محله‌های خاص خودشان را داشته باشند، اما یهودیان مرکز و غرب اروپا بیشتر در اجتماع کشورهایشان حل شده بودند. برخی از کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، یونان، بریتانیا و آلمان به واسطه آنچه آزادسازی یهودیان نامیده بودند، در قرن‌های 18 و 19 حقوق تساوی مدنی برای یهودیان کشورهای خود قائل شدند و هرچند گاهی تبعیض بر ایشان وجود داشت، اما یهودیان اروپا مراسم جشن‌های مذهبی خود را آزادانه برگزار می‌کردند. جشن‌های عروسیشان برگزار می‌شد، فرزندانشان از حق تحصیل برخوردار بودند و حضوری فعال در عرصه تجارت و داد و ستد داشتند. با پایان جنگ جهانی اول در سال 1918، کم کم محدودیت‌های جدیدی به وجود آمد. اوج این تغییر در آلمان بود. امپراتوری آلمان یا آنچه مورخان جمهوری وایمار می‌نامند، با مشکلات زیادی از جنگ اول جهانی دست به گریبان بود. در 1922 والتر راتناو وزیر امور خارجه امپراتوری آلمان توسط تندروهای جناح راستی کشته شد. راتناو برجسته ترین چهره سیاسی یهودیان، موافق عادی سازی روابط با شوروی پس از جنگ جهانی اول بود و مفاد معاهده ورسای را پذیرفت. راستگراها با قتل او کمپین یهود ستیزانه ای راه انداختند که تنها یک چیز می گفت: شکست آلمان در جنگ جهانی اول تقصیر یهودیان بود. در سال 1945 که ناقوس‌های پایان جنگ جهانی دوم نواخته شد، از هر سه یهودی اروپایی دیگر تنها فقط یک نفر زنده بود.